بسم الله الرحمن الرحيم. خب برای چی اینا رو داریم میگیم؟ این سه طریق محرمیت رو خوب دقت بکنید، نتیجه میخوایم بگیریم. حالا به خاطر اینکه حواسمون جمع باشه، یه بلافاصله یه عده احساسی میشن میرن شیرخوارگاه، یه بچه‌ای رو برمی دارن میارن و میدن به یکی و میگن خود شیرش بده زودی، ما میخوایم محرمش ببریمش مثلا تو خونمون به خواهر زنمون مثلا بدیم. اینو باید اول بشینیم حساب کتابشو بکنیم. این بچه‌ای که ما آوردیم رفتیم علی اینو داریم شیرش میدیم، دادیم شیر میخوره، این بچه با اون 8 شرط خودش به یه عده زیاد این بچه محرم میشه. تمام اینا رو باید بعدین توی جزوه بنویسیم که کیا محرم شدن. پس فردا یه وقت بچه‌ی فلانی نیاد خواستگاری این دختر خانم، این آقا پسری که اینجا بزرگ میشه شیر خورده رضایی شده، نره خواستگاری دختر خانمی که بهش محرم هست. و اینا رو شما تو دفاتر مراجع نیستی ببینید که میان اونجا سوال میکنن، میگه آقا یه همچین جریانی مرجع نشسته اونجا، بنده نشستم اینو گوش کردم با این گوشای خودم که همونجا برگشت به فلانی گفتش که شما خواهر و برادری با هم ازدواج کردید و بچه دار شدن، تکلیف چیه؟ گفت همین الان باید همچین جدا بشید، هیچ راهی هم نداره. اینا مسائلی است که اتفاق افتاده و داره میفته و خطرناکه. ای گل نرگسم بیا، دل برامونسم بیا، بی تو صفا نباشدم، میان مجلسم بیا، میان مجلسم بیا، میان مجلسم بیا. بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله محمد عجل فرجهم. صلی الله علیه و علی اهل بیته طیبین الطاهرین المعصومین المکرمین و لعنت الله الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین. در آیه شریفه سوره مبارکه نساء آیه 23 عرض کردیم که خداوند تبارک و تعالی می‌فرماید که حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم و بنات الاخ و بنات الاخت و امهاتکم اللاتی ارضعنکم و اخواتکم من الرضاعه و امهات نسائکم و ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح علیکم و حلائل ابنائکم الذین من اصلابکم و ان تجمعوا بین الاختین الا ما قد سلف ان الله کان غفورا رحیما. بحث محرم و نامحرم رو از این آیه شریفه در واقع آغاز کردیم و توضیح دادیم خدمت عزیزان خانم ها و آقایون، و عرض کردیم که قسمت دوم این بحث که ببینیم که اصولا محرمیت از چه طرقی و چه طریقهایی راههایی حاصل می شود، اون مبحث رو به این جلسه واگذار کردیم. این مبحث چون یه مقداری ممکنه که توضیحاتی احتیاج داشته باشه، ما امهات این مبحث رو سعی میکنیم که در پای تخته اول یادداشت بکنیم، بعد انشاءالله توضیحاتش رو پشت تریبون به عرض عزیزان برسونیم. تا لحظات دیگه که من پشت تریبون بلند بشم و این موارد کلیش رو پای تخته بنویسم تا خانم ها و آقایون یادداشت بکنن، دوستان محبت بکنن، صلواتی رو بفرستن تا ما شروع بکنیم. شما اللهم
اصولا محرمیت از سه طریق حاصل میشه که غیر از این سه طریق ما طرق دیگری نداریم، یعنی طریقه چهارمی نداره از سه طریق. طریق یک، طریق دو و طریق سه، یعنی طریق چهارمی هم نداره که ما عرض به خدمتتون که این رو توضیح بدیم برای عزیزم. طریق اول که محرمیت از این طریق ایجاد میشه طریق نسبی هست، طریق دوم طریق سببی هست، طریق سوم طریق رضایی هست. طریق اول نسبی، طریق دوم سببی و طریق سوم طریق رضایی. طریق نسبی چه طریقیه؟ طریقیه که از راه ولادت فقط ایجاد میشه، یعنی اون کسانی که از طریق ولادت و تولد به دنیا آمدن در یه خانواده. مثل چی؟ مثل اینکه مثلا پدر و مادری با هم ازدواج کردن، خانم و آقای با هم ازدواج کردن در واقع، و خداوند متعال به اینها فرزندانی داده، تمام اون فرزندان از این پدر و مادر که هستن، خب اینا همه به پدر و مادر خودشون محرم هم، به همدیگه هم محرم هستن. و حالا دیگه حساب بکنید عموها، عمه ها، خاله ها، دایی ها، اینا همه میشه از طریق نسب و ولادت که اینا به هم محرم هستن. این میشه نسبی. نسبشون یعنی ریشه شون، ریشه شون مال یه خانواده است، مال یه پدر مادر. حالا اینجا دقت داشته باشید که از طریق ولادت فرق نمی کنه که فرزندی که به دنیا میاد لازم نیست حتما شیر مادرش رو بخوره، ممکنه همون موقع که مادرش این رو به دنیا میاره همون موقع از دنیا بره. اصطلاحش اینه که میگن سر زا از دنیا رفت، بازم این محرمه، یکی دیگه حتی شیرش بده، او بحث دیگه پیدا میکنه، ولی محرمیتش سر جا هست، یعنی همون نسبش سر جا هست، به خواهر و مادرش، به خواهر و برادرش اینا همه محرمه، خواهر و برادری که داشته فلان اینا اگه احیانا داشته همه محرمه، لازم نیست حتما شیر بخور. یا مادرش هم زنده باشه ولی دیگه شیر نداره به او بده، این فرد میرن برای شیر خوش میخرن میدن میخوره، یا شیر پاستوریزه بهش میدن، یا دایه میگیرن بهش شیر میدن. همین که تولد از مادرش پیدا کرده و متولد شده محرم هست، محرم نسبیه. دوم محرم سببیه، یعنی محرمیت از طریق سبب هست، سبب فقط و فقط از طریق ازدواج هست. یعنی اینکه من فرزند خانواده ای هستم، میرم ازدواج میکنم با یه خانم غریبه ای، همین که با اون خانم ازدواج میکنم به اون خانم محرم میشم، در حالی که اون خانم خانم غریبه ای از یک شهر دیگری، دیار دیگری، کشور دیگری بوده و عرض به خدمتتون که اصلا با من به قول معروفیش نسبش با من یکی نبوده و اصلا فامیل ما نبوده، خیش ما نبوده، قوم خیشی با ما نداشته و ما را هم نمیشناخته اصلا، شاید همزبون هم نبودیم، هم فرهنگ هم نبودیم، یک لوری با کردی، کردی ترکی، ترکی با فارسی. ازدواج که میکنن که انشالله در یه بحث مفصلا پیرامون ازدواج صحبت خواهیم کرد که خیلی مهمه، اینو بهش میگن سبب، یعنی ازدواج سبب شده که این دو به هم محرم بشن، سپس این دو دارای فرزندانی میشن از این طریق سبب، یعنی ازدواج که سبب ازدواج بود، از طریق ازدواج اینجا محرمهایی درست میشه خودش. حالا میگیم چه جور محرمهایی درست میشه. سوم طریق رضایی هست، رضا در واقع یعنی شیر خوردن، رضایی یعنی از طریق شیر خوردنی، در واقع از طریق شیر خوردن
یعنی چی؟ مثالش مثل چی؟ مثل این که شما یک فرزندی رو که عرض به خدمتتون این که این مادرش سر زا از دنیا رفته، یا اینکه مادرش شیر نداره بهش بده، بچه کوچیکی رو میبینید به دنیا آمده، میبرید مثلا این بچه خاله ای داره، عمه ای داره، یا مثلا نه یه زن غریبه ای هستش، میبرید این رو عرض به خدمتتون که شروع میکنه بهش شیر میده. حالا خاله و عمهش بشه که از اول بهش محرم هستن اصلا. اگه نه یه زن غریبه به عنوان دایه، دایه کسی است که جای مادر میاد به فرزند شیر میده، میاد این بچه رو شیر بهش میده. این که شیر به این بچه میده طبق شرایطی که حالا قسمتی از اون شرایط رو عنوان خواهیم کرد، با اون شرایط اگر شیر بخوره این بچه به اون زن محرم میشه و یه محرمیت هایی هم از اون طریق اون وقت به وجود میاد که عرض میکنیم حالا اونا به چه صورت. و خود این هم یک داستانی داره در واقع، این هم رضایی هست، شیر خوردن. یه کلمه ای هم اینجا می نویسیم چون یه مقداری با تخته حالا کار نکنیم، بحث رو دنبال کنیم، دوباره نیاز شد وقت به سمت تخته خواهیم آمد. کلمه ای هست به نام مؤبد که بعضی از دوستان، یا مؤبدن که بعضی از دوستان اشتباه ننویسن. کلمه مؤبدن یا مؤبد یعنی به صورت جاودانی، همیشگی. این کلمه همیشگی میگن مؤبدن. اینم تا اینجا داشته باشید تا ما انشالله دوباره اگر که برگشتیم به سمت تخته اینجا مشکلی اون وقت نداشته، چون اگه دوباره برگشتیم به سمت تخته صحبت کردیم دیگه بدونیم که تا اون یه قسمتش رو اینجا گفته باشیم که وقتمون زیاد گرفته نشه. یک صلواتی محبت بفرمایید. خب این سه طریق رو که پای تخته بیان کردیم دوستان خوب دقت بکنن. دسته اول رو توضیحاتی بدیم سپس بریم دسته دوم، بعدم دسته سوم. دسته اول که در آیه شریفه که خوندیم، آیه 23 سوره مبارکه نساء در جلسه گذشته توضیحاتی رو دادیم. مادران، دختران، خواهران، عمه ها، خاله ها، دختران برادر، دختران خواهر، که اینا رو آیه مبارکه شمرد، هفت دسته می شدن. خوب توجه بفرمایید که اشتباه نشه. این هفت دسته رو فهمود که اینا محرمن از طریق چی؟ از طریق نسب، یعنی ولادت. اینها که از طریق نسب هستن یادتون باشه مؤبدن، یعنی برای ابد محرم هستن، محرم انسانن. به هیچ طریقی محرمیت اینها زائل یعنی از بین نخواهد رفت، زائل نخواهد شد و به هیچ عنوانی هم با اینها نمی شود ازدواج کرد. دقت داشته باشید. پس در قسمت اول مسئله فقط مسئله زایش و به دنیا آوردن هست، همونطوری که گفتیم اگرچه بچه با شیر خوش بزرگ بشه و شیر مادر رو هم نخوره، عیبی نداره، بازم این محرم هست. دامنه یه محرمیت نسبی قسم اول از اون دو طریق دیگه تقریبا میتونیم بگیم مقدار بیشتر هم هست، چون از طریق ولادت هست بیشتر، سه اش مقدار دامنش گسترده تره، سه اش بیشتر هستش. این دسته اول. دسته دوم، کسانی که به یکدیگر محرم نیستند لکن با ازدواج همونطور که عرض کردیم با یکدیگر محرم میشوند، که به این محارم هم گفتیم محارم سببی میگن، یعنی محرمیت هایی که به سبب ازدواج به وجود اومده. خوب دقت بکنید، زمانی که انسان ازدواج میکنه بعد از عقدش، یعنی وقتی که اون صیغه رو خوند، حالا بحث صیغه هم خواهیم کرد انشالله که خیلی مهمه، اصلا یه چیزایی تو ذهن بعضیا واقعا هست که اینا باید بره بیرون، یه چیزایی که درست هست بیاد به جاش که قرآن فرموده، احادیث فرمودن. این
زمانی که انسان ازدواج میکنه بعد از عقد و حتی اگر عروسی هم نکنه، مثلا یه نفر در عقد او باشه فقط به او محرمه، عروسی هم با این نکرده، بلا فاصله دقت داشته باشید، اول کسی که به او محرم میشه بعد از اینکه صیغه عقد رو میخونه همسرش، یعنی کسی که رفته با او ازدواج کرده، بلا فاصله بعدش مادر زنش بهش محرم میشه. پس بنده میرم با خانومی صیغه محرمیت میخونم، صیغه عقد، عقد یعنی همون صیغه محرمیت، میخونم. اول کی به محرم میشه تا صیغه عقد رو خوندم؟ همون خانوم. دوم بلا فاصله مادرش به بنده به عنوان مادر زن محرم میشه. سوم کسی که به اون خانوم محرم میشه که من باهاش صیغه عقد خوندم، پدر من هست، یعنی پدر شوهرم به اون خانوم محرم میشه، دقت کنید. و همینطور مادر مادر زن، پدر پدر شوهر و هرچه اینا پایین تر برن دیگه چه کسانی؟ یادداشت میکنید شما، زن پدر یعنی نامادری، اینا همه هرچی بالا برن، مادر زن بابا، اینا همه محرم میشن. زن پسر یعنی عروس، هرچی پایین بره مانند عروس، عروس پدر انسان، اینا همه به انسان محرم میشن. اینجا فقط دقت داشته باشید، البته اینو ما تو تذکرات هم میگیم، یه بارم اینجا تکرار میکنیم که یه فرق اینجا هست که اگر من آمدم ازدواج کردم، یعنی اومدم عقد کردم یه دختر خانومی رو، عرض کردیم اینو تو تذکراتم باز میگیم یا چون خیلی مهمه، اگه من یه خانومی رو عقد کردم، یه سال دو سال باهاش عقد بودم، خب این محرم منه. عرض کردیم پدر زنه هم به من محرم میشه دیگه، درست، مادر زنه هم به من محرم میشه، پدر بنده میشه، پدر شوهر این خانوم به این خانوم محرم میشه. مادر زنه که به من محرم میشه بلافاصله که من صیغه عقد رو خوندم، مؤبد محرم میشه تا ابد، هیچ چیزی محرمیت رو از بین نمیبره، اینو دقت داشته باشید. پدر شوهرم به این خانوم مؤبد محرم میشه، یعنی برای همیشه. من یه سال دیگه از این خانوم جدا میشم، نمیخوام باش ازدواج کنم، عقد رو به هم میزنم. سوال، آیا این مادر زن یا پدر زن محرمیتشون از بین میره؟ نه، چون عرض کردیم کلمه مؤبد داریم، مؤبد یعنی برای همیشه اینا محرمن، اگرچه من با این خانم دیگه طلاقش بدم، تو همون مرحله عقد طلاقش بدم، طلاقش که دادم درسته که اون خانم به من نامحرم میشه بعد از طلاق، ولی دیگه پدر شوهر به اون خانم نامحرم نمیشه، همچنان محرمه. مادر زن هم به من نامحرم نمیشه، همچنان محرم هست. اینو تو تذکرات هم البته خواهیم گفت. خب اینجا در دسته دوم یک توجه خیلی مهم داریم، دقت بکنید. مرد و زنی که قبلا ازدواج کردن و از ازدواج قبلی خودشون فرزند یا فرزندانی دارند، خب خوب دقت بکنید، یه بار دیگه میگیم، مرد و زنی که قبلا با هم ازدواج کردن از ازدواج قبلی خودشون فرزند یا فرزندانی دارن، مثل چی؟ اول مثالشو بزنیم، خوب توجه کنید، خانوما هم توجه کنید. مثلا آقای ایکس با خانم ایگرگ میخواد ازدواج بکنه، آقای ایکس یه بار ازدواج کرده، از اون خانم قبلیش جدا شده، یه بچه یا دو بچه هم دار، خب یا جدا شده یا خانومش از دنیا رفته، خانوم ایگرگ هم شوهری داشته، از شوهرش یا جدا شده شوهرش از دنیا رفته، از اون شوهر مثلا یه دونه بچه یا دو تا بچه داره، این دوتا آقای ایکس و ایگرگ میخوان با هم ازدواج بکنن، میان با هم ازدواج میکنن، خطبه عقدی میخونن، به هم دیگه محرم میشن. تکلیف محرمیت این بچه ها چی میشه این وسط؟ یعنی خانوم ایگرگ با آقای ایکس اومدن با هم خطبه عقد خوندن، ازدواج کردن، تکلیف این بچه ها چی میشه؟ اینجا گفته میشه که اگر این دوتا اومدن خطبه عقد خوندن
به هم محرم شدن. تا زمانی که در حال عقد هستن به هم فقط محرم هستن. این بچه هاشون اگر بخواین که با هم دیگه اینها محرم بشن، باید حتما اینها هم برن خطبه عقد با هم دیگه بخونن، وگرنه بچه هاشون با هم دیگه محرم نیستن. و هیچ کدوم از این سه طریق باعث محرمیت اونها نمیشه، چون مشمول هیچ کدوم از این سه طریق نیستن. اگه بخوام بشن باید یکی از این سه طریق رو برای محرمیت استفاده بکنن. طریق رضاش که هیچی، طریق نسبش هم که هیچی میمونه، طریق سببش، یعنی باید دارن ازدواج بکنن. پس خانوم ایکس، حالا ما مثالش رو گفتیم خانوم ایگرگ، خانوم ایگرگ، آقای ایکس، هر کدوم بچه هایی دارن یا فرزندی دارن، اینا اومدن با همدیگه میخوان ازدواج بکنن، اون از شوهرش جدا شده، این از زنش جدا شده، میخوان با هم ازدواج بکنن، فرزندانی هم دارن. سوال اینجایی میشه که آیا فرزندان این دوتا، مثلا خانوم ایگرگ دوتا بچه داره، دوتا دختر داره، آقای ایکس هم دوتا پسر داره، آیا پسرای آقای ایکس به دخترای خانم ایگرگ محرم هستن؟ خیر، نامحرم هستن. اینا ازدواج هم بکنن، عروسی هم بکنن، اونا محرم میشن؟ خیر، فرزندان به هم نامحرم هستن، فرزندان به هم نامحرم هستن. ولی اینا وقتی ازدواج بکنن، فرزندان به اینها محرم میشن. یعنی پسرای آقای ایکس به دخترای، به خانم خود خانم ایگرگ به عنوان نامادری محرم میشن، دخترهای خانم ایگرگ هم به آقای ایکس به عنوان ناپدری محرم میشن، اما فرزندان به همدیگه محرم نخواهند شد. اینجا فرمولش چیه؟ فرمولش اینه، یعنی در یک طریق فقط اینجا محرمیت هست اگر اون طریق باشه، و اون طریق اینه که همیشه یادتون باشه، وقتی دو نفر که از شوهر خودشون یا از زن خودشون، ما حالا میگیم اسم همسر، از همسر خودشون فرزندی دارن، میان میخوان با هم ازدواج بکنند، این بچه‌هایی که اینجا هستن، یادتون باشه این فرمول همیشه تو ذهنتون باشه، حالا فرمول ما اگه پای تختم رفتیم اونجا مینویسیم، یا از مادر یا از پدر باید یکی باشن. وقتی از مادر یا از پدر یکی نباشن، یعنی از مادر جدا، از پدر هم سوا، به قول معروف هیچ ارتباطی با هم نداشته باشن، فرزندانشون به هم دیگه محرم نمیشه. خب اینو به یه عبارت دیگه هم الان دوباره تکرار میکنیم. اینجا فقط خانوم ایگرگ اومده با آقای ایکس ازدواج کرده، بچه هاشون به این دوتا محرم شدن. خب خود اینها هم بعد یه مدتی خدا بهشون یه فرزندی داد. فرزندی که این وسط متولد شده مشمول فرمول ما هست، یعنی از مادر در واقع و از این پدر به وجود آمده، این به این پدر و مادر محرمه، به این بچه ها هم محرمه، چون از مادر اونهاست و از پدر اینهاست. به بچه ها، این بچه که نقطه محوریت و نقطه عطف این وسط هست، به این بچه ها محرمه، ولی اون بچه ها که از یک پدر و مادر جدا بودن و این بچه ها هم که از پدر جدا و از مادر هم جدا بودن، اینها به هم دیگه محرم نیستن. حالا یه بار دیگه من باز اینو به یه عبارت دیگه خودم نوشتم براتون میخونم، برای کسایی که میخوان بنویسن و داشته باشن، چون خیلی ها سر این قضیه اشتباه میکنن تو خانواده ها و تو مجلات و روزنامه ها ما میبینیم و میخوانیم که اینها با هم دیگه دست میدن، روبوسی میکنن، مصافحه میکنن، تو خونه چادراشونو بر میدارن، خیال میکنن به هم محرم هستن، در حالی که اینجور نیست. ببینید، مرد و زنی که قبلا ازدواج کرده، این حالت نوشته ای که خود بنده نوشتم دارم میخونم خدمت شما، مرد و زنی که قبلا ازدواج کردن و از ازدواج قبلی خود فرزند یا فرزندانی دارند، بعد از ازدواج با یکدیگر بلافاصله با هم محرم میشوند، یعنی به هم محرم میشوند، و فرزندانشون نیز همینطور، یعنی فرزندانشون به این پدر و مادر محرم میشن. دخترای اون خانم به این آقا که الان شوهر این خانم شده محرم، بچه های این آقا به اون خانم به عنوان نامادری محرم میشن، لکن فرزندان آنها به یک دیگر فقط با یک فرمول میتوانن محرم شوند، و آن این است که یا از پدر و یا از مادر یکی باشند. در غیر این صورت، یعنی اگر
نه از مادر و نه از پدر یکی نباشند، به هیچ وجه از طریق ازدواج پدر و مادر به یکدیگر محرم نمی شوند. خب اون فرمول هم فقط چه وقتی صادق میشه؟ شما دیگه متوجه شدین، زمانی که خداوند به همین زن و شوهر یک بچه چی عطا بکنه. اون بچه خب این که پدر و مادرشن، به این بچه های این آقا و به این بچه های این خانوم این بچه محرم هستش، چون از مادر اونهاست و از پدر اینها هست، بهشون محرم. ولی خود اون بچه هایی که از زن و شوهر قبلی بودن به یکدیگر محرم نخواهند. پس اینو یادداشت بکنید، شما داشته باشید که من به صورت جدول درش آوردم. نوشتیم که پس طریق محرمیت در قسمت دوم داریم صحبت میکنیم، طریق ازدواج. طریق محرمیت اینها یکی از سه طریق ذیل: یک، خواهر و برادر پدری پدری و مادری که پدر و مادرشان یکی باشن، که این مشخص، مثل بنده و شما که میریم پدر مادر ماها ازدواج کرده، مثل من و شما هستیم، شماها با خواهرتون برادراتون فلان اینا همه خواهر و برادر از یه پدر و مادر هستید، خب این محرم، درست، این یک، این که مشخص. دو، خواهر و برادر پدری که فقط پدرشان یکیست. یعنی چی؟ یعنی اینکه اینها عرض به خدمتتون که یک خانومی از یه جای دیگه اومده با یه آقایی ازدواج کرده، این وسط یه دختر خانومی متولد شده، این دختر خانوم که متولد شده به این پسر این مثلا آقایی که اومده با این خانوم ازدواج کرده به این پسر محرم میشه، این دختر خانومی که متولد شده. چون از چی؟ فقط عرض به خدمتتون که مثلا پدرش از پدرش یکی، یا حالا بالعکسش از مادرش یکی باشه، فرق نمیکنه. سوم، همین مثالی که حالا برای دوم زدیم اون طرف رو بگیرید، برای مادرش میشه خواهر و برادر مادری که فقط مادرشان یکیست، از پدر جدان از مادر یکی هستن، این هم محرم. پایین رو یه بار دیگه ادامهش رو داریم عرض میکنیم. پس اگر مردی از همسر خود اولاد پسر و دختر دارد و همسر جدیدی میگیرد که او هم از شوهر قبلی خود پسر و دختر دارد، این پسر دخترهای همسر اول به دختر پسرهای همسر دوم محرم نیستند، چون نه پدرشان یکیست نه مادرشان. چرا یکی نیست؟ شوهر اون بنده خدا فوت کرده یا طلاق گرفته، هرچی، اون خانوم هم مادر اونهاست، اینها هم پدرشون یکی دیگه است، مادرشون یا فوت کرده یا مثلا طلاق گرفته، مادرشون یکی دیگه است، پدرشون هم یکی دیگه است، اونم همینطور، از مادر و پدر اصلا یکی نیستن، یا از مادر یا از پدرشون هم یکی نیستن، هیچ ارتباطی به هم ندارن، ولی زن نامحرم. و اگر همسر دوم از این شوهر جدید اولاد دار شود، اولاد او به اولاد قبلی شوهرش محرمند. یعنی همین که عرض کردیم، بچه‌ای که میاد این وسط فرمولش همینه، یا از مادر بعد یکی باشه یا از پدر بعد یکی باشه، زیرا پدرشان یکی است و همچنین به اولاد خود زن. حالا این مطلب رو دقت داشته باشید که راجع به خاله ها، دایی ها، عموها، عمه ها هم صدق میکنه. یعنی وقتی که این بچه به دنیا اومد همون مطلب خاله ها و عموها و عمه ها و دایی و خاله و عمو و عمه و اینا راجبه اونا هم صدق میکنه، بچه که این وسط از یه شوهر و یک زنی به وجود اومده. این مال دسته دوم. یک صلواتی بفرستید تا دسته سوم عرض کنیم. دسته سوم کسانی هستن که نه از طریق نسب اینها محرم شدن، نه از طریق سبب محرم شدن. یعنی به هیچ وجه به همدیگه از این طریق اول و دوم که پایتخت ما نوشتیم به همدیگه محرم نیستن، لکن از طریق خوردن شیر به یکدیگر محرم میشوند. یعنی از طریق سوم که پایتخت داریم، یعنی رضا
رضا رو نوشتیم با عین هستی وقت کسی با همزه ننویسه. این مطلبش بسیار مطلب مهمی است که شرایطی داره، شرایط شیر خوردن که تو رساله های عملیه گفته شده شرایطش هم بسیار حائز اهمیت. این محرمیت رو همینجور که عرض کردیم محرمیت رضایی میگن. شرایط شیر خوردنش هم 8 شرطه، یعنی زنی که بچه ای رو با 8 شرط که تو رساله های عملیه گفته، حالا بعضی از شرطها شما عرض میکنیم براتون میگیم، بیاد یک بچه ای رو شیر بدهد، یه بچه غریبه ای رو شیر بده، این بچه به اون زن محرم میشه و به یه عده دیگری هم محرم میشه. اون عده کیا هستن؟ 1، ما میشمونیم، اول از خود زن شروع میکنیم، می‌نویسیم 1، خود زن که به او چی میگن؟ میگن مادر رضایی. دایه به کسی میگن که شیر میده، حالا ممکنه محرم بشه ممکن نشه، ممکنه اون 8 شرط رو داشته باشه ممکنه نداشته باشه، دایه به اون میگن. یادتون باشه به این دایه نمیگن، میگن مادر رضایی. دوم، ببین چه عده‌ای محرم میشن. فلذا شیر خوردن خیلی انسان باید مواظب باشه که هر بچه‌ای رو هر جا نبره شیر بخوره، اول بشینه حساب کتابشو بکنه بعد این کار انجام بده. دوم، شوهر زن که از نظر فقهی میگن شیر مال او هست، بهش میگن پدر رضایی. اگه اونجا شما بگیم اون دایه هست، به پدرم باید بگی دایه، مگه نمیشه که. سوم، پدر و مادر اون زن، همین زنی که شیر داده، هر چی هم بالا بره، یعنی پدر پدر زن، پدر 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 زن، مادر زن، مادر 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 زن، هر چی بره بالا به این بچه که شیر خورده طبق اون 8 شرط، این بهش میگن پدر بزرگ رضایی، مادر بزرگ رضایی، پدر پدر بزرگ رضایی، همینجور اینا میشن محرم. چهارم، بچه هایی که از آن زن به دنیا آمده اند یا به دنیا می آیند. خب این بچه‌ای که شیر خورده به اون بچه‌هایی که از همین زن به دنیا آمدن، به اینها هم محرم می شود. دقت بکنید. پنجم، بچه‌های اولاد اون زن هر چی پایین برن، بچه های اولاد اون زن یعنی مثلا خارزاده این بچه که از این زن شیر خورده. ششم، خواهر و برادر اون زن، اگرچه اونها هم خودشون شیر خورده باشن رضایی باشن، ولی خواهر برادر این زن باشن، بازم به این بچه که شیر خورده محرمن. هفتم، عمو و عمه آن زن، بازم اگرچه اونها از طریق رضایی باشن این مطلب رو داشته باشن، اونها هم محرمن. دایی و خاله، دایی و خاله اون زن، هشتم. نهم، اولاد شوهر اون زن، اولاد شوهر این زن هم بر این بچه، اینها همه محرم میشه. دهم، پدر و مادر شوهر اون زن هر چی برن، پدر بزرگ شوهر این زن، پدر پدر شوهر این زن، پدر پدر بزرگ شوهر این زن، همه اینا محرم میشن. یازدهم، خواهر و برادر شوهر، اگرچه میگم اینا از طریق مثلا رضایی هم باشن، بازم فرقی نمیکنه، محرم میشن به این بچه. دوازدهم، عمو، عمه، دایی، خاله، یعنی خاله مادر و همه اینایی که گفتیم برای شوهر، هر چی بالا برن اگرچه رضایی هم باشن، اینا محرم میشن. عده دیگری هم تو رساله ها بهشون اشاره شده که اینها هم محرم میشن، که خود دوستان میتونن مراجعه کنن. اینا اهمش بود که ما عرض کردیم. خب برای چی اینا رو داریم میگیم؟ این 3 طریق محرمیت رو خوب دقت بکنید، نتیجه میخوایم بگیریم. حالا به خاطر اینکه حواسمون جمع باشه، یه بلافاصله یه عده احساسی میشن میرن شیرخوارگاه، یه بچه‌ای رو برمی‌دارن میارن و میدن به یکی و میگن خود شیرش بده سودی، ما میخوایم محرم بشه ببریمش مثلا تو خونهمون به خواهرزنمون مثلا بدیم. ها، اینو باید اول بشینیم حساب کتابشو بکنیم. این بچه‌ای که ما آوردیم رفتیم الان اینا رو داریم شیرش میدیم، دادیم شیر میخوره، این بچه با اون 8 شرط خودش به یه عده زیاد این بچه محرم میشه. تمام اینا رو ما باید بدیم توی جزوه بنویسیم،
که کیا محرم شدن. پس فردا یه وقت بچه فلانی نیاد خواستگاری این دختر خانم، این آقا پسری که اینجا بزرگ میشه شیر خورده رضایی شده، نره خواستگاری دختر خانمی که بهش محرم هست. و اینا رو شما تو دفاتر مراجع نیستی ببینید که میان اونجا سوال میکنن، میگه آقا یه همچین جریانی مرجع نشسته اونجا، بندر نشسته، اینو گوش کردم با این گوشای خودم که همونجا برگشت به فلانی گفتش که شما خواهر و برادری با هم ازدواج کردید و بچه دار شدن. تکلیف چیه؟ گفت همین الان باید همچین جدا بشید، هیچ راهی هم نداره. اینا مسائلی است که اتفاق افتاده و داره میفته و خطرناکه. مسائلش آدم باید بدونه. همین سرب و ضرب العجلی من برم بچه از شیرخوارگاه بیارم زودی بدم، آقا شیرش بدین، شیرش بدین، میدم مثلا به همسر خودم بگم شیرش بدین، خب شیرش بدن، خب چی شد؟ خب باید بدونم به کی محرم شد، به کی نامحرم شد، تکلیفش چی میشه این وسط. پس بعد این میخواد بچه بزرگ بشه، خانواده تشکیل بده، ازدواج بکنه، نره یهو با خواهر برادر یا با محارم خودش ازدواج بکنه. اینو داریم از این ور از این طریق داریم حساس میشین روش. به این خاطر شرایط شیر دادن هم بسیار مهمه. مثلا ببینید 8 شرطی که رساله گذاشته خودتون مراجعه میکنید. من چون خیلی مهم هستش این مطلب و وقت ما خیلی زیقه، فقط سرفصلای بعضیاشو عرض میکنم که دقت داشته باشید. هر شیری نمیتونه باعث محرمیت بشه. مثلا نعوذ بالله یک خانومی از طریق زنا، نعوذ بالله، نستجیر بالله، بچه‌ای به دنیا آورده و داره شیر میده این بچه. یه خانم دیگه هم ایه جای دیگه میگه آقا من بچه‌م به دنیا اومده، نم این شیر نداریم بهش بدیم، بریم این شیر این خانم مثلا بهش بدیم. نمیگنم این چی کار است، میاد از این خانم بچه شیر میخوره. شیر از طریق زنا که ایجاد شده اصلا باعث محرمیت نمیشه، اصلا به هیچ عنوان. مثلا از شرایط شیر دادن ببینید چیه. شیر رو از مادر بگیرند توی شیشه بریزن بدن بچه بخوره، اینم باعث محرمیت نمیشود. هزار ساعت هم که به بچه شیر بدی باعث محرمیت نمیشه هیچ. باید بچه مستقیما از خود مادر شیر رو بگیره و بخوره. شیر رو از مادر بگیرن با یه چیزی مخلوط کنن که این بچه راحت تر بخوره، این شیرم باعث محرمیت نمیشه. 2 سال بچه تموم شده، بچه رو آوردن، مثلا یه بچه 25 ساله آوردن میخوان به شیر بدن، اینم محرم نمیشه. 2 سال بچه که تمام شد از نظر قمری، شما بیا بچه شیر بدی، یه خروار هم یک پاتیل 220 لیتری هم شیر بهش بدی، این بچه محرم نمیشود. همین رو باید قبل از 2 سالگی باشه. زمان شیر دادن مثلا ببینید جزء شرایطش اینه که 15 مرتبه باید پشت سر هم باشه که وسطش فاصله نباشه، که تو رساله ها نوشته رجوع خواهید کرد، یا یک شبانه روز با شرایط خاصی که تو رساله نوشته باید این بچه شیر بخوره تا محرم بشه. و اون موارد دیگر هم که تو رساله نوشته اونها هم حائز باشه، یعنی شرایطش رو دارا باشه، وگرنه محرم نمیشه. این تا اینجای بحث. پس محرمیت 3 طریق بیشتر نیست، طریق 4 هم نداره، درست؟ 1 نسبی، 2 سببی، 3 رضایی، یعنی شیر خوردن. ما سرفصل هاشو بیان کردیم. پس اگر کسی اومد گفت آقا من ازدواج کردم، خواهر خانومم یه دونه روسری دنبال گوشش میبنده، دور گوشش میبنده، اونجا با یه دامنم یا جلو ما میشینه، میگه ما محرمیم، همه خواهر برادریم، ما همچین خواهر برادری نداریم تو اسلام. 3 طریق، هر کدوم از این 3 طریق باشه فبه حل مراد، روی چشم. طریق 4 ندارد، خواهر زن به بنده محرم نیست، آقای داماد به خواهر زن محرم نیست. آقایان و خانم های آذری زبان که میگید ما چیکار کنیم تو خانواده ها اینجوریه که همه با هم محرم هستن، این همه با هم محرم هستن جزء حتما یک دینیه که پیغمبرش هنوز نیومده ما بشناسیم که این پیغمبرش که و دینش چه دینی هستش. همچین چیزی ما نداریم، که سوالات بسیاری از کانال بعضی از شهرهای آذری زبان ما میرسه و این سوالات واقعا سوالات تکان دهنده است که میگه آقا تو خانواده ما همه همینجوری، همه میان راه میرن با هم دیگه محرمن و خواهر زن به آقای داماد، داماد به خواهر زن، نه همچین چیزی ما. 3 طریق محرمیت: نسبی، سببی، رضایی. هر کدوم بود و سلام.
نباشه همچون چیزی ما نداریم. نامحرم نامحرمه، چه خواهر زن باشه چه یک زن غریبه از کره مریخ با سفینه فضایی اومده باشه تو کره خاکی ما زمین، نامحرم نامحرم مساویه، هیچ فرقی نمیکنه. این بحث ما، صلواتی محبت بکنید تا چند تا تذکر مهم ما عرض بکنیم. خواهش میکنم که این تذکرات رو حتما یا حفظ کنید یا یادداشت داشته باشید، که خیلی تذکرات مهمی است و از میون ده ها کتاب این تذکرات انتخاب شده. دقت بکنید. یک، اینا همه مسئلهش اومده رو سایت، سوالاش پرسیدن بعضن سایت های مختلف، من دیدم در جلسات مختلف سوالاتش پرسیدن، کتبی یا شفاهی، تو مجلات روزنامه ها همچنان ادامه داره، از صدا و سیما و رادیو قرآن رادیو معارف من میبینم مسائل اینچنینی دارن سوال میکنن، خیلی عجیبه واقعا. تو مملکت اسلامی ببینید که حالا چقدر ما ضعف ها داریم. تذکر یک، هیچ چیز تا مرگ و پس از مرگ باعث عدم محرمیت کسانی که با هم محرم هستن نمی شود. عمه من به من محرمه، خالم همینطور، بنده زن باشم عمو و داییم به من محرمن، من از دنیا رفتم عمو و دایی من به من نامحرم میشن، یا من مرد هستم خاله و عمه من به من نامحرم میشن، نه همسر من به من نامحرم میشه، خیر. هیچ چیز باعث عدم محرمیت دو کس که به هم محرم هستند تا مرگ و پس از اون نمیشه، مخصوصا زن و شوهرم همینطوره. ما سوالات زیادی داریم میان، من نمیدونم سوالات این خانم جلسه یاد برای چی اینا رو مطرح میکنن، واقعا برای شهرت و خدا هدایت بکنه اینها رو. میان تو این جلسات میشنن خانم جلسه یا، خیلی من شنیدم که آقا شوهر وقتی که از دنیا رفت زن بهش نامحرم میشه، زن از دنیا رفت شوهرش دیگه نمیتونه به بدن این زن نگاه بکنه، بهش نامحرم میشه. کی همچین حرفی زده؟ هیچ چیز تا مرگ و پس از آن باعث عدم محرمیت کسانی که با هم محرم هستن نمیشه، و زن و شوهر نیز همینطور. فقط یک چیز باعث عدم محرمیت زن و شوهر میشه، نه کسایی دیگه، اگر قبل از مرگشون این زن و شوهر از همدیگه طلاق بگیرن، این فقط نامحرم میشه. بله، وقتی که قبل از مرگ زن از شوهر، شوهر از زن طلاق که گرفتن دیگه هم جدا میشن، میشن غریبه دیگه، به جنازه هم دیگه نمیتونن بدن هم دیگه نگاه بکنن. بله این مسلم، طلاق فقط، وگرنه اگر طلاق نگرفتن بمیرن اینا به هم محرمن، تو قبرم به هم محرمن، ای کنار هم خاک بشن، تو برزخ هم به هم محرمن، تو قیامت هم متاسفانه یا خوشبختانه به هم محرم هستن. خانم جلسه یا حتما خیلی بدی از این شوهرشون دیدن، میخوان به اینا نامحرم بشن، میگن که آقا اگه ما مردیم دیگه شوهرها سراغ جنازه ما نیان، ول کنم برم بذارم گربه بخوره بره. حتما دیگه من نمیدونم برای چی اینا رو میگن والا. خب بعد از مرگ آیا کسی میتونه صیغه طلاق بخونه؟ بره بخونه، ولی طلاق بعد از مرگ معتبر نخواهد بود به هیچ عنوان. این یک. دو، پسر خوانده و دختر خوانده بر انسان محرم نیستن. یه جایی زلزله اومد، من دلم سوخت، جنگ زده بود، این همه صدا و سیما داره فیلماشو میسازه، متاسفانه داره میده بیرون، خانوم یا آقا رفتن بچه‌م ندارن یا حالا بچه‌م داشتن، از مناطق جنگ زده یا زلزله زده یک بچه‌ای رو برشتن آوردن، یه دختر خانمی آوردن تو این خونه، دختر خانومی آوردن، به این خانوم محرم مشکل نداره، ولی به مرد نامحرمه. پسری رو آشتن آوردن، کودک 6 ماه است، اینا هر چی با شیر خوش بزرگش کردن، به این آقا که خب همجنس هم محرمم، ولی به این خانوم که محرم نیست. من چی میکنه؟ میگه آقا تو این خونه بزرگ شده، مثل بچه ماست. خب باشه، مثل بچه شما باشه، ولی نامحرمه به شماست. پسر خوانده یا دختر خوانده، یعنی از زلزله زده مناطق جنگ زده هر جایی که شما بیاری به شما محرم نیست، به شما نامحرم. بچه هایی که انسان از شیرخوارگاه ها میاره،
اگرچه کودک باشن، دل آدم خیلی خیلی بسوزه برای این بچه، بازم دلش خیلی خیلی که بسوزه باعث محرمیت این بچه چی؟ نمیشود. در دامان انسان بزرگ بشه، به ما بگه بابا، بابی، بابا جون، آقا جون، پدر جان، به مامان بگه مامی، مادر جان، مامان جان، جان جان جان، بازم محرم نمیشود. برای محرم شدن اونها باید در کودکی به طریقی که تو رساله های عملی گفته می شود و گفته شده رجوع بکنه، انسان بدونه طریقش چیه، بره عرض به خدمت اینا رو محرم بکنه. طریقش هم تو رساله ها نوشتن که یک برای کودکیشون تازه یه طرقی گذاشتن جلو پای انسان که مقدار مشکل هم هست که باید برنم مثلا اینو چیکار بکنه. اگه بچه کوچیک باشه بره مثلا بده به خاله ای داره این بچه، اونم اگه شیر داشته باشه با اون شرایط، حالا میگم تو رساله ها نوشته. یا اگر اینها بزرگ باشن که دختر باشه، مرد حتما باید عقد بخونه برای این دختر تا این محرمش بشه. وقتی هم که این خواست شوهر بکنه، باید این رو عقدش رو باطل بکنه، این بره شوهر بکنه. وقتی هم شوهر کرد دیگه به این آقا نامحرم هستش. پسر هم باشه که اصلا دیگه تو این خونه، چون نمیتونه یه خانم دوتا شوهر بکنه، نمیتونه صیغه محرمیت بخونه. بزرگ که شد باید این زن روشو بگیره مثل مرد غریبه با او رفتار بکنه. ببینید چقدر مشکل اینها. آدم اینا رو اول مسئله شو بدونه بعد عمل کنه، خب خیلی بهتر. این دو. سوم، محرمیت از طریق رضا، یعنی دسته سوم، رضا شیر خوردن. ارثی به دنبال نداره، یعنی کسی که میاد شیر میخوره از یه مادری، بچه این مادر نیست، ارث هم از اون خانواده چی؟ نمیبرد. و همچنین حقوق خیشی دیگر رو نداره، مثلا جزء رحم نی که شما بگی بنیم سله رحم به جا بیاریم، یا مثلا حقی به گردن ما داره، نه. محرمیتش هم محدودیتی داره که حالا من تا حدودش برای شما گفتم. فقط نوشته شده در کتب فقهی کسانی که به واسطه شیر خوردن خیشی پیدا می کنند، رضایی برادر یا خواهر رضایی آدم میشن، مستحب بس یکدیگر را احترام نمایند، محرمند یک دیگر رو احترام بکنن. مستحبم هست که انسان از زن جلوگیری بکنه که هر بچه ای رو شیر نده. این مستحبه. چرا؟ ممکنه فراموش بشه به چه کسانی شیر داده و بعدن دو نفر محرم با یکدیگر ازدواج کنه. این سه که اینو قبلا هم توضیح دادیم. چهارم سوال، آیا هر نامحرمی را می توانیم با او ازدواج نماییم؟ هر کس که به ما نامحرم شد میتونیم ازدواج باش بکنیم؟ خیر. مثل چی؟ مثل خواهر زن نامحرم هست، باهاش ازدواج هم نمیشه کرد، بین الاختینه. خب باید انسان همسرشو اول طلاق بده بعد بره خواهر زنشو بگیره. نمیتونی شما دو تا خواهر رو تو امن با هم دیگه به عقد دراری، این حرام هستش و عقدش هم باطل هست. دیگه مثل کی؟ مثل کسی که میره با یک زن شوهرداری، العیاذ بالله، نستجیر بالله، ارتباط پیدا میکنه. این ارتباط اگه پیدا کرد، ارتباطش به عروسی و ازدواج و اینها رسید، هم عروسی و ازدواجش باطله، همه اینها باطله. همین که دیگه بعد از اینم که اون زن بره از شوهرش جدا بشود، حرام مؤبد بر این مرد هست که باهاش رابطه برقرار کرده. یعنی دیگه نمیتونه به زنیت اینم درآد. که بعضی ها خیال میکنن تو بعضی از جاها که مثلا رفتن این کار کردن، میگه اون شوهرش دیگه حالا طلاقش داد، منم توبه کردم رفتم با این خانم ازدواج کردم، اصلا ازدواجش باطله، مؤبدا حرام میشه برش، حرام مؤبده. حالا سوال میشه تو همین قسمت چهارم، آیا با زنان شوهرداری که از ادیان دیگر و صاحب کتاب هستن میشه با اینا ازدواج کرد؟ چون اونا که خطبه عقد اسلامی نخوندن، میشه با اینها ازدواج کرد؟ یه خانومیه شوهرش مسیحیه، خودش هم مسیحیه، ما میخوایم بگیم آقا جون بیا، نمیخواد بیا تو دامن اسلام، بیا با ما ازدواج بکن. میگه من شوهر دارم. میگه نداره، اون که خطبه عقدش اسلامی نیست. میفرماید خیر، با زن شوهرداری که شوهرش مسیحی یا یهودی یا کلیمی هر چی زردشتی هم هست، شما نمیتوانی ازدواج کن. ازدواج اونا به دین خودشون هم معتبر هست. اگر کمونیست یا بهائی یا هر چی باشن که اصلا ازدواجشون باطل هست، اول باید جدا بشه، شرایطی تو رساله داره، بعد شما بری با این خانم ازدواج بکنی. پس
از ادیان دیگر هم زنی که شوهر داشته باشید، همین که شوهر داشته باشه شما نمیتونید باهاش ازدواج کنید و هیچ رابطه ای برقرار بکنید. سلام علیکم هم باید در حد همین با افراد غریبه باشه. این چهار. پنجم، بچه‌ای که از زنی شیر میخورد در حکم اولاد آن زن میباشد و به تمام فرزندان او محرم است. اینو گفتیم یه بار دیگه تذکرشو میدیم، دقت بکنید. و نیز نوه ها، نبیره ها، دایی، عمه، خاله، عموها به او محرمند. اما یه مطلب اینجاست که میخوایم اینجا اضافه کنیم بهش، تذکر پنجم، ولی فرزندان دیگر این زن، فرزندان دیگر این زن به خواهرها و برادرهای این بچه محرم نیستند. مثل چی؟ مثل اینکه یه نفر اومده یه بچه ای رو اوورده داده به یه خانومی شیر داده، این بچه رو وقتی داد به این خانوم شیر داد، دقت بکنید، این خانوم که این بچه رو گرفت و به این بچه با اون شرایط خودش شیر داد، این خانوم میشه مادر چیه این بچه؟ مادر رضایی، به این بچه محرم میشه. بچه های این خانوم به این بچه چی میشن؟ محرم میشن. بچه هاش دختر و پسرش میشن خواهر و برادرهای چیه این بچه؟ رضایی این بچه. باریکلا، احسن. اما این بچه، این بچه که الان شیر خورده، خودش یه خواهر و برادر توی خانواده دیگه ای داره. آیا اون خواهر و برادرها به این خواهر و برادرای رضایی این بچه محرمن؟ خیر، هیچ ارتباطی از این سه طریق اینها چی ندارن. ببین چقدر این سه طریق مهمه، فرمول جالبیه، چون هیچ ارتباطی ندارن و رضا نامحرم هستن به هم دیگه. این پنجم. ششم، زمانی که ازدواج کنیم اگر در مرحله عقد باشد و عروسی نکنیم، یا یعنی فقط خانمی رو عقد کرده میگه من 2 سال دیگه زنمو میبرم یا عروسی میکنم، عرض کردیم به خود زن محرم میشیم، مادر زنمونم محرم چی میشه به ما؟ محرم مؤبد. اگر زن رو در مرحله عقد طلاق دادیم، عرض کردیم مادر زن و پدر زن محرم چی هستن برای ما؟ مؤبد هستن. هفتم، اگر با خانومی ازدواج کردیم که این خانوم یه دختر داره که تو آیه بهش اشاره شد، اینو خوب خواهش میکنم دقت کنیم، به اون دختر چی میگن؟ ربیبه. ربائبکم جمع ربیبه بود، ربیبه میگن بهش. ربیبه یعنی دختری که مال یک خانوم دیگریست، یعنی یا مال مرد دیگریست، تو خانواده دیگری پرورش پیدا کرده، حالا اومده یه خانومی با دخترش آمده که این خانوم با یه آقای ازدواج بکنه، این آقا با این خانوم ازدواج میکنه، این خانوم یه دختر داره. وقتی که اینها صیغه محرمیت میخونن، یعنی خانومش رو عقد میکنه، به خانومش محرم میشه. اما تا زمانی که خانومش رو نبرده، به اصطلاح ماما میگیم زنم رو عقد کردم نبردم، یعنی عروسی نگرفتم، من عروسی نکردم، این آقا فقط به مادر این دختر محرمه، به خود دختر که اسمش چی هست؟ ربیبه هست، محرم نمیشود تا زمانی که عروسی بکنه. این مال این عروسی که کردن به این دختر خانوم، همین آقا محرم میشه، میشه دخترش، به عنوان ربیبه دختر زنش میشه در واقع، به قول ما ها میشه پدر ناتنی این. البته ما چیزی به نام ناتنی تو فقه نداریم، یادتون باشه. حالا اگه کسی یه خانومی رو عقد کرد که این خانوم دختری داره، این خانوم رو عقد کرد، این خانومش محرم شد، دخترش نامحرمه تا زمانی که عروسی بکنه، حالا آمد و نخواست این خانومو، این خانومو طلاقش داد، سوال اینجا هست میتونه با اون دختر خانوم ازدواج بکنه؟ بله میتونه با اون دختر خانوم ازدواج بکنه، تا زمانی که با اون خانوم عروسی نکرده باشه میتونه با اون دختر خانوم ازدواج بکنه. ما اون زن رو طلاق میده، میره دخترشو به عقد خودش نمیره، درسته. اما اگر اون خانومو عقد کرد و باهاش عروسی کرد، اون دخترشو دیگه میشه دختر این، دختر ناتنیش به قول ماها گفتنی میشه، دیگه نمیتونه با اون دختر خانوم، بعدا اگه اون خانومو طلاق بده دیگه نمیتونه ازدواج بکنه. تذکر هشتم، یک سری افرادی هستن که اینها هم در رساله های عملیه و کتب فقهی نوشته شده که اینها
به انسان محرم نیستن، ولی ازدواج با اونها حرام هستش. یک کسی نعوذ بالله نستجی رو به را میره طبق یک روابط نامشروعی با یک کسی برقرار میکنه، بعدن پشیمون میشه، توبه میکنه، بر میگرده. یا اون خانوم از دنیا میره، میمیره، تلف میشه، هر جوری هست، اون خانوم دختری داره، این میتوانه با اون دختر ازدواج میکنه، میگه حرام مؤبد میشه اون دختر برش. همچنین خواهر اون خانوم هم بهش حرام مؤبد میشه. مادر و دختر اون خانوم، هر کی هست، مادرش، دخترش، خواهرش، تمام اینا مؤبدن بر این آقا حرام میشه، یعنی نامحرم میشه، نمیتونه اصلا بهشون نگاه هم حتی بکنه، نگاه محرمانه هم بکنه، ازدواج نمیتونه بکنه. همچنین هست راجب مسائلی که نامشروع، که خدای نکرده چیزایی که تو کشورهای دیگه همجنس بازی هستش و فلان اینا، اینها یک احکامی داره خیلی عجیب و غریب، که این روابط وقتی نامشروع برقرار بشه یک نامحرمی هایی رو در پی داره. یعنی طرف که مثلا میره با یه خانواده، اگرچه مرد با مرد روابطی رو نعوذ بالله برقرار بکنه، اصلا خانواده اون فرد بر این آقا کلن همه مؤبدن اینها نامحرم میشه دیگه، طرف نمیتونه حتی بره ازدواج بکنه با اون خانواده. اینا مسائلی است که انسان اینا رو باید بدون. تذکر آخر، تذکر نهم، از جمله کسانی که به انسان محرم نیستند ولی انسان نیز نمیتونه با اونها ازدواج بکنه، خب، برادرزاده زن انسان به ما محرم نیست ولی ما نمیتونیم باش ازدواج بکنیم، خواهرزاده زن انسان، که زن انسان میشه کیه او؟ عمه و خاله، یا عمه میشن یا خاله میشن، مال برادرزادش میشه زن انسان میشه عمه، خواهرزادش میشه خاله، با برادرزاده یا خواهرزاده زنش انسان اگرچه اونو به ما نامحرمن، باید خودشونو ببوشونن، ما هم باید نگاهمونو ببوشونیم، لیکن نمیتوانیم با اینا ازدواجم بکنیم. مگر یک راه داره که خانوم اجازه بده برای این ازدواج، یعنی بگه من راضیم و اجازه میدم شما برای ازدواج بکنی. از جاهایی که خانوم باید اجازه برای ازدواج بده اینجا هستش. خب این 9 تا تذکر. پس مسئله محرم بودن و نامحرم بودن اینجا بحثش به پایان میرسه. 3 طریق بیشتر نداشت در این رابطه، هر کی خواست بیشتر مطالعه داشته باشه به کتب فقهی، مخصوصا رساله های عملیه، مسئله رضا شیر خوردنش، اینها رو مراجعه بکنه. حواستون جمع باشه، چیزی که بیشتر از این ما دیگه نداریم یا دنبالش نباشید که آقا این پس دیگه اینا محرمن، اینا میگن صیغه خواهری برادری خوندن، اصلا همچین چیزی ما نداریم. اینو تو بحث ازدواج هم ان شاء الله بهش خواهیم رسید، زیر مجموعه بحث حجاب بسیار بحث جذابی است، دنبال خواهیم کرد. سبحان ربک رب العزه عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.